سلام دوباره می کنم به شما دوستان عزیز. صفحه 144 کتاب اونیزیش ارتقای هستیم. به شما خوش آمدگویی می کنم. ادامه می دیم با دو تا مطلب آخر این صفحه که داریم. زیش انتگریرن و ده انتگراسیون. انتگراسیون زیش انتگریرن به معنی ادغام کردن هستش، به معنی وارد شدن هستش، تطبیق دادن هستش میشه گفت. خیلی کلمه ای هست که این روزا خیلی استفاده میشه، اینتگراسیون. اینتگراسیون پریوات کانتاکت تو دن اینهایمیشن کنن اینواندرن دابای هلفن زیش این ایر نویان هایمات تو اینتگریرن. تماس های خصوصی با مردم سرزمین اینهایمیشن از این دیوونن این دم هایم از یعنی کسایی که در اون سرزمین زندگی میکنن میتونه به این وندره، به کسایی که مهاجرت کردن کمک بکنه که تو اون سرزمین جدیدشون، تو وطن جدیدشون چی بشن؟ ادغام بشن، اینتگریرن بشن، جا بیفتن. ما میگیم این مگلیشکایت این در نوین هایمت فوس تو فسن، بازار این فوس فسن استفاده کردیم، یه دونه کما هم میذاریم. ist Aufbau der privaten Kontakte mit den Nachbarn und Arbeitskollegen. یه دونه راهی که آدم میتونه در کشور جدید جا بیفته، پا بگیره، هستش ساختن تماس‌های، برقرار کردن تماس‌های خصوصی با همسایه‌ها و همکاران شرکت و این چیزا، جایی که کار میکنه. سنترال اسپکت در سوسیالن انتگراسیون زیند فا علم شپراخ بیلدونگ آبایتسمارکت پارتیسیپاسیون ویرت اون ایدنتیفیکاسیون اینه هب دس سیل لندس. نقطه دیده اسپکت نقطه نظر یا جنبه اجتماعی انتگراسیون ادغام به خصوص هستش زبان، تحصیلات، شغل. پارتیسیپاسیون یعنی مشارکت، ارزش ها و هویت در داخل کشور که آدم هدفش هستش بیاده، سیلند. مثلا اینکه آدم بخواد بیاد، مثلا کاری که شما دارید میکنید، شما دارید شپراخ یاد میگیرید، بیلدونگ هم که دارید، خب حالا بعدش میان راجع به وارد آربایتس مارکت میشین. آربایتس مارکت شد این که مشارکت میکنید و ارزش ها و این چیزها هم آدم آشنا میشه باهاش و میتونه هویت خودش رو تطبیق بده به اون کشوری که هدفش هستش. منظور هم رفته یه همچین چیزایی. اوکی دن دارن ویر دارن ویر هم ویر منظورم دارن ویر dann haben wir die Staatsbürgerschaft oder die Staatsangehörigkeit ملیت، تعلق به یک ملیت داشتن. یعنی چی؟ اون ملیت دیگه. während früher nur die Kinder deutscher Eltern bei der Geburt die deutsche Staatsbürgerschaft erhielten, können heute auch Kinder ausländischer Eltern deutsche Staatsbürger werden. در حالی که قبلا فقط بچه های والدین آلمانی، یعنی اونایی که ملیت آلمانی داشتن، موقع بعد از تولد میتونستن ملیت آلمانی رو بگیرن، امروزه میتونند بچه های پدر مادرهای خارجی هم چی بشن؟ شتاتسبرگر، شهروند آلمان بشن، اونها هم میتونن آلمانی بشن. در واقع جملاتی که ما انتخاب کردیم ببینم چیه. Im Jahr 2000 wurde das Staatsangehörigkeitsrecht. اینا براتون از اینترنت یه مقدار اینفورماسیون آوردم. Im Jahr 2000 wurde das Staatsangehörigkeitsgesetz reformiert. این قانون ملیت، قانون Staatsangehörigkeit سال 2000 رفرم شده. Erstmalig in den deutschen Rechtsgeschichte wurde im Staatsbürgerschaftsrecht das Abstammungsprinzip durch das Element des
گبورت آرتس پرینسیپس اگینست، کلماتش قلم به سلم است و دارون بخونم. برای بار اول در تاریخ حقوق آلمان حق ملیتی، حق داشتن ملیت، حق داشتن اون وطن چی شده؟ دست ابشتموس پرنسیپ، پرنسیپ یعنی اصل اینکه آدم از کجا میادش، یعنی جد و آبادش که هستن، این چی شد؟ ارگنت شد، اضافه شد بهش به وسیله المنت عنصر عنصر گبورتس اورت پرنسیپ، که اونجایی که شما به دنیا اومدی. این در قانون اساسی آلمان نبوده. آلمانی ها میگفتن هر کی خون و این چیزاش آلمانی هست، مثل ایران، ایران هم همینو میگه، میگه هر کی جد آبادش ایرانی هست میتونه ایرانی بشه، به این نیست که اونجا به دنیا اومده باشید. ولی آمریکا مثلا همچین چیزی هستش. آمریکا شما اونجا وقتی به دنیا اومده باشید به اتوماتیک آمریکایی میشین. حالا آلمان هم اینو اضافه کرده به قانون خودش، قبلا وجود نداشته، سال 2000 اضافه شده که دولت اسپید و گرون ها آوردن. گبورتس اورت پرینسیپ هایست، این حالا اصل گبورتس اورت این هستش، ان کیند آسلندیش التن داس این دویچلند گبورن ویرد ارهلت نیبن در شتاتس انگوریشکت زن التن اوتوماتیش دی دویچه شتاتس برگرشافت. این به این معنی هستش یه دونه بچه یک والدین خارجی که در آلمان به دنیا اومده، در کنار ملیتی که داره، یعنی از پدر مادرش داره، از پدر مادرش داره، به طور اتوماتیک هم ملیت آلمان هم دیگه دریافت میکنه. فراوستونگ، پیش فرض برای این چیز فراوستونگ ایست، اونت اندرم چندین فراوستونگ داره، اونت اندرم یکیش از اینا هستش، اونت اندرم زیر اونهای دیگه، زیر مجموعه اون پیش فرض ها یا اون شرایط هستش. چیه؟ یکیش هستش دست سومیندس این التن تایل سوم سایت پونکت گبورت دست کندس سایت اخت یارن ریگل میسیش این دویچلند گلیبت هد und über eine Aufenthaltsberechtigung oder seit drei Jahren über eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis verfügt. In einer جملات بهردن دویچ هستش که فقط مریخی ها میفهمن یعنی چی. خب اون چی هستش که حداقل یک دونه از دست تومیندس این التن تایل از من حدی التن گتایل این ملیش تایل وایبلش تایل از این التن تایل اون سه تا پدر مادر که آدم نداره سوای تایله zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes genitiv در اون لحظه تولد بچه، اون موقع 8 سال رخت میسیک، 8 سال رخت میسیک این داشتن گلیبت، یعنی غیر قانون. میتونه 8 سال تو آلمان، میتونه 15 سال هم تو آلمان بوده باشه، ولی از این 15 سال مثلا همش غیر قانونی بوده، باید رخت میسیک باید باشه، یعنی طبق قانون باید تو آلمان بوده باشه، مالیات داده باشه و فلان و این چیزاش، آفن هزه لابنیست داشته باشه، این 8 سال گلیبت هد اون به انه آفن هلس برختیگونگ او ده زید غیان به انه اون به فریسته آفن هلس لابنیست ففوگد. خب یا اینکه باید یه دونه آفن هلس برختیگونگ داشته باشه، حق اقامت داشته باشه، یا اینکه 3 سال باشه که اجازه اقامت داشته باشه. پس ما چی داریم؟ یکی اجازه اقامت داریم، یکی حق اقامت داریم. اونی که حق اقامت داره خیلی بالاتر، حق اقامتش رو به این سادگی نمیشه ازش گرفت، نمیتونه دولت بیاد بگه که شما از آلمان برو بیرون. ولی اونی که اوایز الاوبنیس داره، الاوبنیس موسیم فلنگت ویدن، هر دفعه باید تصمیم گرفته بشه شما شرایط رو برقرار میکنه یا نمیکنه. ولی به رختیگونگ به این سادگی نیست. بلکه به رختیگونگ هم میشه از یه نفر گرفت، پس گرفت دست رخت. اما دست ایست فیل هور فیل بسه این آفنهز به رختیگونگ تو هم از این آفنهز الاب نیست. اوکی دوستان، صفحه 144 رو به اتمام رسوندیم با موفقیت. موضوع خودتون باشین تا ویدیو بعدی.